اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. آواز دلنشینت رودیست عاشقانه، وقتی که از فراز شب غربت سرریز می شود. باری صدای تو مثل هوای شام جوانی خاکستریست. یک لحظه زندگیست، یک لحظه دوست داشتن از بام خاطرات تا انتهای تلخی غربت رفتن. آنگاه از پشت شیشه شب شاهد شدن، ای یار ای همیشه عاشق، اهل کدام دیاری؟ از اصفهان میایی چندان که شعر روییدن زاینده رود توست. ای یار ای عزیزترین یار، در روشنای این شب تبعیدی با آفتاب کودکی من آوار میشوی. یک شهر عشق در شامگاه نوروزی از بانگ عاشقانه تو میبارد، نامت بلند بالا بالا بلند مثل دماوند. علیرضا نوریزاده، سه شنبه 15 مارچ 24 اسفند ماه. به شما سلام میکنم. چهارشنبه سوری. این ملایان ضد ایران، ضد ایرانی، ضد شکوه ایران، تاریخ ایران، سنت‌های ایرانی، همین امشب باید بهشون نشون بدی 43 ساله گفتن نه، شما میگی آره. 43 ساله میگن نوروز نه، چهارشنبه سوری نه. متحریشون هم قبل از انقلاب بود. این آیین بد آتش پرستیه. تو چی آوردی؟ تو بت پرستی آوردی؟ تو امام زمان پرستی آوردی؟ بت پرستی؟ ای نه، امامزاده پرستی آوردی. امامزاده رجب علی کی بوده؟ برای کشور من چی کار کرده؟ اینا همونایی بودن که میمدن ایران کشت و کشتار میکردن. حسن مسنا چه کرد در شمال ایران؟ چقدر آدم کشت که مردم حسرت میبردن که به دامن بنی امیه متوسل بشن. اولاد علی اینا بودن. چقدر آدم کش، چقدر آدم. بعد عاشق تخمه بود، اینقدر یه شب تخمه خورد که ترکید. خیلی هم چاق و گنده بود. وقتی این میگه نه نوروز نه، به درد نمیخوره، نوروز ما نداریم، ما نوروز نداریم. خمینی هم میگفت نوروز نداریم، ما عید نداریم. در حالی که این روحانیت تشیع یه مقداری اعتباری که داشته بر سر احترام گذاشتن به همین سنت ها بوده. شما هرگز توی تا قبل از ظهور خمینی و این جانورا شما آدمایی نمیدیدید که با نوروز مخالفت کنن. مرحوم های شریعت مداری چه عیدی برپا میکرد؟ سکه میداد، عیدی میداد، مردم به دیدنش میرفتن. آقا نجفی هم همینجور، آقای گلپایگانی هم همینجور. توی آقای خویی، توی نجف، آقای خویی مراسم نوروزی میگرفتن. توی همین حرم یادم هست با پدرم و مادر رفتیم، خواهرم رفتیم توی حرم، حرم نجف. دکتر پیراسته سفیر بود، اومده بود بعد از این لاستیکا به پاش میکرد، شمع میچسبید به پا.
رفتم جلو گفتم من پسر فلانیم. ای پدر کجا داشت که تو همینجا. بابا رو دید و ما رو دعوت کرد برای جشن نوروزی سفارت در بغداد. عجب جشنی بود و من برای اولین بار اونجا کلاس دهم دبیرستان بودم. برای اولین بار در اونجا زندیا جعفر رائد رو دیدم که بعداً زندگی ما رو در مسیر هم قرار داد، استاد بزرگ من، که چقدر من از او آموختم، از اخلاق، از صبر، از بردباری، از دانشش، از زبان عربیش. و این مرد بزرگ همیشه در خاطرات من جای بلند بالایی داره و همیشه دوستش دارم. بر روی نوروز رو در عراق جشن گرفتن و حالا هم میگیرن. در کردستان عراق امشب چهارشنبه سوری بزرگی برپاست. در ترکیه همینجور، کردای ترکیه، در آسیای میانه، در آذربایجان، در گرجستان، حتی در ارمنستان، در تمام اینجاها چهارشنبه سوری با شکوه جشن گرفته میشه. توی امارات متحده عربی، توی بحرین، ایداد. و حالا این رژیم میگه نه. امیدوارم که با هر شرایطی که بوده، با همه تلخی ها، چهارشنبه سوری رو جشن بگیرید. نگران نباشید که سفره عیدتون خالیه، مهم نیست. یه حبه قند بردارید، دهان رو شیرین کنید. مهم نیست شیرنی ندارید، آجیل ندارید، اصلا مهم نیست. مهم اینه به این رژیم قاتل آدمکش، این رژیم ضد ملی بگید ما نوروز رو جشن میگیریم. زیر بمباران صدام جشن گرفتیم، در هجوم مغولا جشن گرفتیم، در هجوم عربا جشن گرفتیم و اونا رو وادار کردیم نوروز ما رو احترام بگذارن و الان هم جشن میگیریم. یک کتابی دارم میخونم، فوق العاده کتاب جالبی است، انتشارات آبی منتشر کرده، سفرنامه بلوچستان. چند نفر از هموطنان اون که به بلوچستان رفتن، مثل آقای محمد برقعی، دکتر برقعی، که واقعا من نمیدونستم درباره او که این چه زحمتی تو بلوچستان کشیده، چه کارهایی اونجا کرده. خب بعد اومد واشنگتن و امروز هم هست، تو یکی از منتقدان نظامه. ولی مردی بود جزو دوستان مهندس بازرگان، حتی خواستن استاندارش بکنن در بلوچستان. به قدری سفرنامه های زیبایی، توصیه میکنم برید بخونید، فوق العاده این سفرنامه ها. شش نفر فکر میکنم سفرنامه هاشون نوشتن، هر کدوم از یک زاویه‌ای به این خاک بزرگ عزیز نگاه کردن، به بلوچستان. برقعی قبل از انقلاب هم داره تصویر میده چه تلاشایی داشته میشده که زندگی بلوچا تغییر کنه. خیلی زیباست. برید حتما عزیزان من کتاب رو تهیه کنید بخونید. 85000 تومانه و فوق العاده کتاب با ارزشیه. هر چقدر پول بخواد بادم باید بده. ناشری پیدا میشه همچی کتابایی رو در میاره. آفرین، آفرین و درود بر شما که این تلاش ها رو میکنید. و چهره برقعی برای من یک متحول، اصلا یه جور دیگه شد. نمیدونستم برقعی رو در بعد سیاسی شناخته بودم که گاهی اوقات با هم هم سرشاخ می شدیم، ولی در رابطه با این کاری که در بلوچستان کرده بی نصیب. آفرین، خیلی جالب بود. خب اجازه بدید بریم سر مسائل روز. این آقای رئیس جمهوری اوکراین، آقای زلنسکی، که هر روز من ارادتم به او بیشتر میشه. اولا اون فیلمش رو دیدم، همون داستانی که کمدین رئیس جمهوری میشه. چقدر قشنگ بود این کار. صحنه ای که مسلسل میگیره دستش، پارلمان رو به مسلسل میبنده، خیلی جالب. حالا اصلا تو ایران زلزله اومده، کشدار کرده، مردم داغونن. آقای روحانی میره حتی شیشه اتومبیل رو نمیده بیرون که مبادا مثلا شاغلوس یکی از این مصیبت دیده ها بخوره، به شاغلوس بگیره، سرما بخوره وجود مبارکش. آخه نیست ایشون از کودکی در قنداق طلا گذاشتنش، تو اون دهکدش چی کار میکرده، چه زندگی داشته. ولی نخیر، آقا نباید
لای پرقو بوده دیگه. این رئیسی حمال بوده توی اون حجره، شیش نفرشون یه لقمه میخوردن، حالا انقلاب شده و آقا به آلاف و علوفی رسیده. حمال بوده دیگه. شما حمالی رو در مسکو دید. حالا امیر عبداللهیان اونم حماله، منتها این چون تو وزارت خارجه بوده یه مدت، بالاخره یه چیزای یاد گرفته. وزارت خارجه هر چقدر اینا حمال توش میکنن، باز یه استانداردی داره، اینا نمیتونن تغییر بدن. مثل ارتشه، هر کاری میکنن ارتش استانداردش حداقل بخشش محفوظه. همینطور وزارت خارجه. شما دیپلماتایی که سابقه ای دارن نگاه بکنید. دیروز من داشتم آقای نوبری رو براتون پخش میکردم، حرف زدنش، جملاتش، عباراتش متفاوته. ساده خرازی رو شما گوش میکنید، متفاوته با این حیوانات. بنابراین اون زحمتی که از میزا سعید خان گرفتن کشیدن تا اومدن به اردشیر خان زاهدی و خلعتبری، هر دو زنده یاد، این بالاخره اثرش رو گذاشته اونجا. کارمند جدیدی هم که میگیرن کراوات رو باز میکنه، اما بعد مدتی ناچار میشه این پیرن یقه آخوندی رو یه دالبر اینجاش بده، یه خط سیاه اینجاش بگذاره، یه دگمه مشکی وسطش بذاره. وزارت خارجه است. وقتی سفیرشون رو تو مسکو نگاه میکردم، این وقتی تو مجلس بود واقعا حمال بود به معنی واقعی. اونجا که رفته ببینید چه کچلواری تنشه، چه نوع پیرهنی میپوشه. خانوما اینا باید خدا رو شکر کنن که اینا یه دورم به وزارت خارجه رفتن، ولی بیچاره تا آخر اون باید این حمال تحمل میکردن. حالا باز قیافه های خود تغییر کرد. خب ببینیم رئیس جمهور اوکراین، گفتم آقای روحانی به دیدار زلزله در راه. حضرت آیت الله خامنه ای بعد از اینکه نور تو صورتشون انداختن که زلزله زدگان بدونن ایشون حاله داره و فقط احمدی نژاد حاله نداشته، راستی گفتن احمدی نژاد صداشو خفه کردن، و هفته گذشته یه عده از این اوباش امنیت خانه مبارکه رفتن خونش و تهدید کردن بچه هاشو، بد جوری هم تهدید کرد. حالا نمیدونم جرأت میکنه باز بیاد بیرون یا نه. اون صحبتی که راجع به روسیه کرد، ظاهرا خب به نوکران روسیه خیلی برخورده، خیلی ناراحتشون کرده. آقای امیر عبداللهیان گفته بودن به لاوروف، ما خلاصه برادران یک پارچه و یگانه هستیم. درسته در دو قالبیم، اما روح مقام معظم با روح جناب پوتین در آسمان ها عقد و اخوت بستن. برای همینم هم جناب پوتین برایشون قرآن فیک میاره، قلابی، نه واقعی رو، نسخه واقعی رو نمیاره، قلابیشو میاره، چون رژیم رو قلابی میدونن دیگه از سر تا پا. اما زلنسکی بی خبر رضا شاهی پا میشه میره دیدن مجروحان جنگ. نگاه کنه چقدر این منظره زیباست. Академік Дичнов, генеральний виставці Лурін. Ми переможемо. 100%. Добрий день, бажаю здоров'я. Як ви, хлопці? Та не хорошо. Хорошо. Нормально? Нормально. Молодці, дуже круто. Міцні хлопці. Давно? А нещодавно. Давно? 5-го числа. Ні, 6-го. Подожди, мина. Мина. Потерпіння. Ваган, як هنر پیشه، یک کمدین مسئولیت میپذیره و به همون اندازه مسئولیتش از خودش اراده و شهامت نشون میده.
جنگ ایران عراق هم شد دیگه. هر از گاهی برای ما یه مثلا آقای خامنه ای یا آقای رفسنجانی رو نشون میدادن سر سفره آبگوش نشستن، همیشه هم محسن رضایی و یحیی رحیم صفوی و غلام علی رشید و اینا بودن، مثلا دارن آبگوش میخورن. مقام معظم چون اون وقت معظم نبود، رئیس جمهوری بود، مشغول خوردن املت با برادر مثلا باکری. همه اون برادرها رو اینا کشتن. ولی زلنسکی با دلش پا میشه میره، خود رو از مردم میدونه، ملتش مورد تجاوز قرار گرفته و او با تمام وجود با تمام احساس در کنار ملتشه. مثل این حق بازان نیست، واقعا حق بازان شب عیدی برای مردم ما درست کردن. این شب عیده، شما اونجا هستید میبینید، من نمیخوام روزه بخونم براتون، حال و روزتون رو میدونم، ولی همین فریادهایی که شب چهارشنبه سوری میزنید، زردی من از تو ای رژیم زرد و سرخی آتش از من. این رژیم اگه سرخی هم داشته باشه همون تمونده های قدیمشونه که به KGB وصل بودن، الان وصلن، الان هم وصلن. اگر رژیمی در این حد نوکر نبود، آقای امیر عبداللهیان بدو بدو میرفت مسکو، چون روسیه تصمیم گرفته برجام سهم داشته باشه. چقدر روسیه سهم میخواد؟ 100 میلیارد سر نیروگاه اتمی پول برد، 1 میلیارد به اردی فرانسه بود، 1.5 میلیارد هم زیمنس کل قضیه، 2.5 میلیارد دلار برای ما، 100 میلیارد دلار خرج برداشت که 1000 کیلووات برق به ما بده. واقعا واقعا که افسوس میخورم که این روزگار ما رو به چه اوضاعی انداخت. خیلی ساده است، شما در ایران بانوانی میبینید که واقعا واقعا قادرن کشور رو اداره کنن، واقعا شایستگی اداره کشور رو دارن. من هر بار با دکتر شیرلی عبادی صحبت میکنم، واقعا احساس میکنم چرا این بانو نباید مقام بالایی داشته باشه در کنار برادرانش، در کنار هموطنان رجالش. اینو براتون بگم، کتابی از من یادداشت‌های مرحوم دکتر قاسم غنی رو خیلی دوست دارم، خیلی زیاد، به دفعات خوندم. یکی به خاطر اینکه غنی جزو آخرین دسته پزشکانی است که حکیم به معنای واقعی، یعنی هم پزشک هم فیلسوفه، هم شعرشناس هم شعر میگه، ادیبه، در مسائل سیاسی وارده، دیپلماته، سفیر میشه در مصر، سفیر میشه در ترکیه، در سازمان ملل، در امریکا، وزیر میشه، یه شخصیت برجسته. نامه‌ای که به شاه مینویسه واقعا حس کردم، دیدم به پادشاه مشروطه داره نامه مینویسه، نامه‌ای که به دکتر مصدق مینویسه، نامه‌ای که به دوستش عبدالحسین ریحان مینویسه یا دکتر قزلعیا. یکی از مجلداتش در واقع نامه هایی است که جا مونده از اون مجموعه نوشته های دکتر غنی، نامه های خصوصی است که دوست عزیز دکتر امین به اتفاق فرزند زنده یاد دکتر سیروس غنی جمع کردن اووردن بدون هیچ توضیح. من اینا رو میخوندم، مثلا میدیدم که دکتر غنی برای شکول ملک رئیس دفتر پادشاه نامه که می‌نویسه که آقا این حسین علا سفیر در واشنگتن مریضه، دائم در حال معالجه است، ولی کارش هم داره میکنه، از تو بستر بیماری کار رو اداره میکنه، زباندان فوق‌العاده است، ولی آخه ای به ما 400 دلار حقوق داره، 400 دلار این بسیار کمه برای او، دو تا بچه داره تو خارج درس میخونن، به اضافه این که آدم فقیریه، درآمدی نداره از جای دیگه. بعد صحبت میکنه از خانم او، از دخترش و همینطور از شخصیت های دیگه مملکت.
واقعا وقتی اینا رو میخونم میگم خدایا ما این آدم ها رو داشتیم، کو دکتر، کو یه دونه مثل دکتر غنی. از برادران میر صحبت میکنیم، دکتر میرای بزرگ که پدرشون هم طبیب معروف و بزرگی بود، متخصصای سرطان که بخش تاج بیمارستان پهلوی به نام اینا بود و هر دو متخصصان بزرگ سرطان، خانواده شون هستن. از اونها یاد میکنه، از مرحوم ساعد یاد میکنه. بعد نگاه میکنم میگه من که تهران هستم دیدن داور میرفتم، مخبر السلطنه میرفتم، صاحب اختیار رو میرفتم میدیدم. خب برای اینکه آدم بوده. شما فکر کنید الان یکی از دیپلمات های جمهوری اسلامی وقتی تهرانه باید دیدن کی بره؟ واقعا فکر کنیم دیگه، روزه آقای محسنی اژه‌ای، یعنی روزه شمر، باید بره مثلا دم صبح بره در بیت مبارک رد شه، یاد داشته ارادت و نوکری بگذاره، زور امام جمعه وزارت خارجه بره نماز بخونه، شب بره خونه نمیدونم آقای خوینا روزه گوش بده. حالا هر، یعنی شما نگاه کنید این دیپلمات میخواد شعور پیدا کنه. مرحوم غنی میگه من وقتی پیش اینا میرفتم، خب دوران قاجار رو دیده بودن، تحول عصر پهلوی رو هم دیده بودن، هر یک به زبانی صفت مته تو گوید، هر کی یه جور میگه، صاحب اختیار یه جور قاجار رو تعریف میکنه، مخبر السلطنه که شش پادشاه رو دیده جور دیگر تعریف میکنه، شش سالم نخست‌وزیر رضا شاه بوده، مرحوم داور همینطور. ولی امروز خالی خانه. دکتر غنی صحبت میکنه که زنان دارن وارد امور اجتماعی میشن، فرهنگی میشن. حالا هنوز سالها مونده تا اینکه شاه حق انتخاب رو بهشون بده. اون وقت استاندار خراسان، خراسان رضوی، خیلی جملات کوتاهیه ولی در دناعت و پستی این مرد نگاه کنید که چه میگوید. زنا روبدی کل کشور رو در رو بین الان جلسه رو نگاه کن 70% خادم زنا رو روبدی، همه چی رو میگیره، الان 70% رو گرفتن. این عقلانیتی است که در سال در 22 بهمن 57 بر ایران مسلط شد. این عقلانیتی که به زن نگو، اسمشو نیار، همسرم، خانومم، مهری خانوم نگو، بگو والده آقا مصطفی. اول پارلمان یادم، اول مجلس اینا گوهر و شریعه اون اینا دوزاری میذاشتن تو دهنشون، حرف میزدن صداشون رو نامحرم نشنوه. خیلی نیست قیافه‌های جذاب ان بریژیت باردو، سوفیا لورن و مثل نمیدونم کی زیبارویان جهان بودن، اگه صداشون رو مردم میشنیدن حال به حالی میشدن. همه کبره بسته دست و بوی روغن و چربی میدادن با اون چادر چاخشورایی که سرشون بود، و اصلا اینا اومدن که این کارو بکنن. زن ایرانی خیلی جلو بود. بیروت بودم وقتی گوگوش اومد کنسرت بذاره اونجا، الحوادث عکسش رو روی جلد چاپ کرد، و اصلا مردم لبنان چه زنده یاد امام موسی صد به من گفت کاش این عمامه نبود منم میمدم. وقت من با یه دوربین کوچولو داشتم، اجازم نمیدادم، ولی من همجوری یه تیکه کوچولو ضبط کرده بودم. امام نگاه کرد، چقدر گوگوش رو دوست داشت، مرضیه رو چقدر دوست داشت، تحسین میگه و دلکش رو، مثل این جانورا نبود تظاهر بکنه، یک انسان واقعی بود. اون لباس هم وسیله دکون براش نشده بود. رئیس جمهورهای لبنان دستشو میبوسیدن ولی هرگز نخواست سوء استفاده برای خودش بکنه، یادش گرامی باد. خب آقای دولت جمهوری خلق چین روزی که در شورای امنیت خواستن به روسیه محکومش کنن، جزء کشورهایی بود که رأی ممتنع داد. آمریکایی‌ها ممنون بودن از این، گویی که خب روسیه وتو کرده بود، ولی رأی ممتنع داد. در اونجا
همه گفتن آقا زرنگی چینی هست. یه اعلامی هم داد که مسائل اختلافات ارضی رو نباید در طریق نظامی حل کرد. ولی بلافاصله همون روز که پوتین حمله کرد، دو تا هواپیماش رفتن بالای تایوان مانور دادن. چقدر من به این تایوان احترام میگذارم، چقدر احترام میذارم و چقدر دانشم رو دکتر حسام نوذری اضافه کرد، چون جزو آکادمیسیان های اونجا بوده و خوب میشناسه و چیزهایی که از تایوان میگفت و همین نوع معالجه شون برای کرونا کووید 19 واقعا تحسین برانگیزه و انسان رو به اعجاب میندازه. حالا چینیا ببینیم حقیقتاً چه نوع روشی در برابر بحران اوکراین داره، با هم نگاه میکنیم. ماجرای روسیه و اوکراین موضع ابرقدرت ها مشخصه. آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، یعنی عمده ابرقدرت ها روسیه رو محکوم کردن. اما موضع رسمی دولت چین به عنوان یکی از بزرگترین قدرت های جهان بی‌طرفی بوده. چین صرفاً اعلام کرده که باید به تمامیت ارضی کشورها احترام گذاشته بشه. برای همه مثل روز روشنه که بی‌طرفی چین به نوعی ضد آمریکا و موافق روسیه است. خصوصاً این روزها که روابط شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بسیار حسن است. رسانه‌های چینی اینطور به مردم القا می‌کنند که نیروهای روس با محدودیت در خاک اوکراین پیش میرن و این آمریکاست که داره آتش جنگ رو شعله ور می‌کنه. اصولاً با محدودیت، واقعاً از دوستان می‌خوام یه خود فیلم‌های جدید از خرابکاری‌ها و بمباران‌های اوکراین رو نشون بدن. به خصوص الان پرداخته به کیف، ساختمون رو زده، ساختمون غیر نظامی و 4 تا رو کشت. همین امروز فیلم ها این داریم نشون بدیم از اوکراین، بمباران شهرها و چین میگه دخالت محدودی کردن. Что мне так страшно? Нас засыпало в погребе. Кто нам детей вернет? Кто? روسا دارن غارت میکنن مغازه ها رو، خونه مردم و کامپیوتر ها رو، دزدان پوتین. زن و شوهر بیرونشون میکنن خونه شون. درود برای ملت، واقعا درود برای ملت. خونه هاشونو، خونه آقای پوتین جنایتکار، جنایت علیه بشریت. وحشی ها، وقتی رهبر یک کشور وحشی باشه، شما یه آدم خورای سپاه رو میبینید،
همشون اینجوری نیستن، ولی اونایی که ذوب شدن دیدیم در آبان و در دی ماه چه کردن. 2500 نفر رو کشتن، گلوله تو سینه، گلوله به اختیار بهشون داده سید علی، اونم تو سینه دارن میزنن. و دیدیم چی کار کردن، دیدیم که در جنبش سبز چه کردن. من هرگز اون لحظه که تیر زدن، یعنی از بالا نگاه میکردم، خدایا مگه میشه تو داخل کشور قناص بذاری اون بالا؟ قناص بذاری بزنی بکشی شهروندان تو؟ ولی کرد. امروز تو اوکراینم ارباب رژیم جمهوری جعل و جور و فساد همون کارو داره میکنه، آدم میکشه، گلوله تو سینه میزنه. درود به اون پیرزن و پیرمرد. دیدین شجاعت رو؟ دیدین اگر روزی به خونه های شما حمله میکردن دیشتون رو بکنن، مجموعاً جلوشون میستادی چه اتفاقی میافتاد؟ و وقتی ایستادی دیدید چه شد. در برابر این آدم کشون باید بیستید. اسلحه ندارید، درسته، نباید عملان داشته باشید، با اسلحه شما نباید طرف بشید چون اونا توجیه میشن، ولی آدم کشا باید بدونن. نمیشه بری نازنین زاغلی رو بگیری 6 سال بنزدی تو زندان، 400 میلیون طلب دارم، باج بگیره سر گردنه، مادری رو از زیبایی زندگی جوانش با شوهرش و کودکش محروم کردی، یه بچه شیرخواره رو الان یه دختر بزرگ شده کلاس دوم دبستانه. شرم کنید شما، خجالت بکشید. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم دوباره. خیلی طبیعی بود 4 روز مونده به عید، صدای نازنین فرهاد جان صدای نسل ما تنین انداز بشه با این شعر زیبای شهریار قنبری و آهنگ اسفنجان منفردزاده که امروز تولدش هم هست. اسفنجان تولدت مبارک. آرزو میکنم همچنان پربار پرثمر آثار بهتری ازت بشنوی. چرا در بیرون اسفند نمیتونه آثارش رو، برای اینکه خزینه داره، خزینه‌های سنگین داره. یه وقت که فرصتی براش بود که بتونه آهنگای مثل داشاکل و اینا رو با ارکستر سمفونیک بزنه، کارهای درخشانی کرده اسفند. درود بهت میفرستم. اما امروز تولد یک شخصیت دیگه هم است، انسانی که ما رو روپای خودمون احیا کرد، بزرگ مردی که همه ما و 10 تا نسل دیگه هم بهش مدیونیم و به او مدیونیم و خجل از او. زمانی که جسدش پیدا شد، اگر ملت آزاد بود شما بدونید چه با شکوه تجلیل میشد و به خاک سپرده میشد، ولی این رژیم جهل و جور و فساد از ترسشون رفتن قایمش کردن، حالا کجا تو خاک کردن نمیدونیم، ولی اینا به مرده هم رحم نمی کنن. واقعا بی پرنسیپ ترین، بی اخلاق ترین رژیم های دنیا این کار نمی کنن. فقط پاپادوک بود که دشمنش رو گوشتش رو استیک کرد داد سفیر آمریکا خورد، چون انتقاد میکرد از رژیمش. اون روزنامه اینا همین کار رو کردن. شما باور کنید اینا عبا داشتن که محمد نوریزاد کباب بکنن بخورن؟ نه، عبا نداشتن. اینا منتها میترسن، از واکنش ها میترسن. ولی شما فکر میکنی خلخالی، خلخالی حیوانی بود که مثل گراز به جان آدم ها میفتاد. من رفتارش رو با زندانی ها از یاد نمیبرم، دیدم. اون مرد بزرگ اومد که ما رو از شر قاجاریه نجات بده. گفتم دکتر قاسم غنی اشاره میکنه که قاجارا چی کار کردن با ایران. حالا این مرد آمد سوم اسفند، 24 اسفند هم ساروز تولدش بود، رضا شاه کبیر. شما فقط این مردی رو که اینا میگفتن سواد نداره، آقا سواد نداره، انگلیسا آوردنش. نگاه کنید سفرش رو به ترکیه، یگانه سفر خارج، البته عراق هم رفته بود ولی در دوران پادشاهیش فقط ترکیه. نگاه کنید در برابر آتاتورکی که دانشگاه جنگ دیده، نمیدونم دور سیاست مدار بوده و کشورش هم خیلی از ایران پیشرفت‌تر بوده، رفتار و منر و منش رضا شاه کبیر رو
تماشا کن. Çok Mesudiski o mülakat gününe malik olmuş bulunuyoruz. Ben de şayet bilesiz ki neçe yılından kabak sizin nimayende bu sizin nimayende erdeledim geleceğim Türkiye'ye. Çok teşekkür ederim. Ziyaretle. Çok teşekkür ederim. Tabii arkadaşlığımız çok eski zamandan, çok eski senelerden beri başlamış bulunuyor. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle şüphesi çok kuvvetlendireceğiz efendim. Reflat şayet olmuştu sabık, ama mübarek atiyede cobran ediyor. Hiç şüphe yok efendim, biz de bütün memleketçe aynı fikir ve kanaattayız efendim. İnşallah. Arzu buyursanız, yukarıda bir görelim efendim. Buyurun. افسوس میخوره آدم. بزرگ مردانی چنین در سرزمین ما بودن، چنین در ترکیه هم بودن. حداقل اینه که امروز ترکیه، حالا دموکراسی نعمتی که داره، شما نگاه کنید چه داره میکنه در ساحل دریا، آناتولیا، آنتالیا، اینا که داره میسازه، بوسفور، دور بوسفور، چقدر کارهای بزرگی در ترکیه انجام شد که تو کشور ما قبل از این لعنت انقلاب داشت انجام میشد. پروژه کیش علم میگفت آرزو بینیم پروژه رو تموم بکنم تقدیم کنم به مردم، به اعلیحضرت، به مردم. و قشم تمام این جز برمون. خیلی جالب براتون میگم، خدایا در این مملکت چه مردم. همجوری یادم میاد دکتر قاسم غنی اشاره میکنه که آقا برای دکتر مصدق هم مینویسه که آقا یه خورده سعی کن تحریکشون نکنی انگلیس ها رو، اینا پدر ما رو در میارن، میزنن، داغون میکنن. الان بیا آمریکایی‌ها رو دعوت کن، آماده هستن برای اینکه روسا هم سر و صداشون در نیاد. اکسپلوریشن و کشف نفت و اینا شمال نفت بفرست بلوچستان، بغل چابهار هم هستید، یه بندر اونجا درست میکنید، نفت رو از اونجا میدید میره. شما ببینید اون زمان دکتر غنی پزشک دیپلمات دولت مرد این نظر رو ارائه میکند. بعد میگه بلوچستان آباد میشه، این مردم از زندگی قرون وسطایی میان بیرون. خب ما چنین مردانی در ایران داشتیم، چنین بانوانی، چنین رجالی در مملکتمون بودن. شوکت ملک جهانبانی رو داشتیم، چه زن بزرگی بود، خدا رو شکر که دستاشو بارها بوسیدم، چه در دوران کودکیم که شاگردش بودم، چه بعدها که میدیدمش. ایران خانم نازنین، فرزندانش، منیجه جهانبانوی عزیز که او هم مدیر و مدبر ما رو اداره میکرد، درود بر او، زیباترین پریچه. و خوشحالم که او رو دیدم در مراسم به خاک سپاری همسرش شاپور غلام رضا، او رو دیدم و باز هم دستش رو بوسیدم. این بانویی که به من چیز یاد داد،
شما مسلمونی به حضرت علی اعتقاد داری؟ من علم علی حرفن قد سیرنی عبد، منو بنده خودش کرد کسی که به من کلام یاد. ما از این آدم ها داشتیم، فرخرو پارسا، وقت پادفره ما برای کارهای بزرگیش این بود، او رو به اون وضع فجیع اعدام کرد. شرم باد بر ماها، شرم باد بر اون فرهنگی هایی که فریاد نزدن. آقای بهشتی حقوق بگیرش بود، آقای باهنر، آقای مفتح، اینا همه حقوق بگیر خانم پارسا بودن، یک کلمه نگفتن. آقای رجایی همینطور تا اون بلاها بر سر خودشون اومد. باری خب آقای دبیر، خب مرد میدان کشتی، و میدونه منم به کشتی علاقه دارم، حرفایی زده که بعدش بهش توجه کنیم. این قبلا هم راجع به آمریکا چیزای گفته بود، حالا نگاه کنیم ببینیم چه میگه. اول هم دیدیم یعنی ورزش سیاسی نیست، حرفا چیه؟ ورزش هم سیاسی، کی این حرفو زده؟ خواهی سیاسی نیست چرا روسیه رو محروم کردن؟ این همه کشورهای دیگه دارن به کشورهای دیگه حمله میکنن که مظلومن، چرا اونا رو محروم نمیکنن؟ یه لابیایی هست دیگه. ولی در مورد روسیه تعارف فاهم نداریم. آقا کشتی دنیا بدون آمریکا، کشتی آزاد بدون آمریکا، روسیه و ایران هیچی نیست. ستا اونم عین همین. هر وقت ما ستا قوی بودیم، همین امسال تو نروژ هر ستامون ستا طلا گرفتیم دیگه، با اختلاف کم اول دوم سوم شدیم. جایگاه کشتی ما داره میاد همونجا که حقشه. ما قبلا میشدیم سوم دنیا با 60 اختلاف، چهارم میشدیم. پس روسیه، من امیدوارم واقعا روسیه باشه، آمریکا باشه. ما دوست، من همین امروز صبح یعنی دیشب دعوتنامه تیم آمریکا رو واسه جام شاهد نوشت، جام شهید هاشمی نژاد جوانان نوشتم، دعوتشون کردم، جام تختی هم دعوتشون کردم. یعنی منتظریم که بلافاصله روسیه هم تحریم برای شما. دوست داریم روسیه و آمریکا باشن، همونجوری که اونا دوست دارن ایران باشه، چون قدیمی رقابت میکشه. جناب دبیر، جناب دبیر، دوست داریم روسیه باشه، منتها پوتین جنایتکار عامل شد که نشه. اولا اینکه میگی که کسای دیگه هم تجاوز میکنه، که جمهوری اسلامی داره تجاوز میکنه به یمن، رسما داره تجاوز میکنه، تو عراق تجاوز میکنه، 12 تا موشک میزنه به کنسولگری آمریکا توی اربیل. پس جمهوری اسلامی متجاوزه. خب اگه محرومش کنن، جناب عالی هم نمیتونی همراه تیم کشتید بری. آخه یه ذره انصاف داشته باشیم. پوتین رو محکوم میکنن، تیماش رو محروم میکنن، تا یک قلدر قلتش و دیوان دیگه فردا خیال نکنی میشه راحت رفت تایوان رو گرفت. فردا خود همین آقای پوتین فکر نکنه حالا نوبت گرجستانه، برم لهستانم بگیرم. نه نه، نمیشه، پذیرفته نیست. یاشار تبریزی رو میشناسید؟ این آدم آزادی خواه و مرد بزرگ و یک واقعا انسان آزاده. میدونید که ماشینشو دزدیدن، حالا خودشم زدن و ضرب و شتم. حالا ببینید بعد از اینکه ماشینش پیدا شده، نگاه کنید. امروز 18 اسفند، بعد از دوبوده شدن یا سرقت ماشینم و زخمی کردن خودم تو تاریخ 2 شهریور که چند روزی اعلام سرقت نشد و بعد چند وقت من تونستم فقط پیکره ماشین رو تحویل بگیرم. پرونده و زاربین من تعقیب خوردن. امروز از خونه اومدم بیرون و دیدم بین همه ماشین جفت لاستیک های من رو سوراخش کردن. در این شرایط و وضعیت معیشتی خیلی خشمگینم، خیلی ناراحتم و نمیدونم که فردا هستم یا نه. اما این روشی که پیش رو گرفتند آزاردهنده است. هرگز مطالبه گری ما، دادگری ما به سکوت نخواهد انجامید. هر چند که دیگر حرفی هم برای گفتن باقی نمانده است. یاشار عزیزم راست میگه، حرفی برای گفتن باقی نمونده، چون سیدعلی‌آقا در اونج وقاحت دستور میده با تو این کارو بکنن، یعنی نان رو ازت بگیرن. دستور میده زندانیانی که توی زندان تهران و قراچک و اوین و مشهد و این ور اون ور هستن
شب عیدی رنج بدن بهشون، مرخصی بهشون ندن. آقای سپهری یک سال از دورانی که بعد استحقاقی مرخصی بدن گذشته، ولی بهش میگن که نه حالا دو ماه سه ماه دیگه مونده، خب دو ماه سه ماه دیگه دیگه زندانش هم تموم میشه. اینقدر اینا پستن. محمد نوریزاد باید کنار زن و بچهش نباشه. یاشار باید با شما دردی که تو صورتش بود دیدید؟ مردی که باید برای فرزندان شب عید حتی اقل چهار تا دونه شیرنی ببر، و شاید این ماشین وسیله زندگیش بود، این کارو میکنه. شما فکر کنید پستی رو، پستی تا کجا میتونه؟ گوهر بهشتی رو کتک میزنن، پسرش رو کشتن کتک. حالا مهدی شهبازی فر کیه؟ برادر آمنه است که در آبان کشتنش. سربازان اساکر سید علی ولی فقیه کشت خواهر رو. حالا رفته ترکیه، آقا نمیخوام تو این مملکت نمیخوام باشم، رفت ترکیه. مگه اونجا دستوردارن ازش؟ قیافش رو ببینید و از خودش بشنوید. درود بر شما، وقتتون بخیر. در مورد حمله که دیشب بهم شده خواستم صحبت بکنم. من با یکی از دوستان مثل شام رفته بودیم بیرون، بعد تو رستوران یا کافه‌ای که بودیم من احساس کردم که خبرهایی داره میشه. یه چند نفر اومدن دوتا میز اون برتر از ما نشستن و بعد من شک کردم. بعد از اینکه غذامون رو خوردیم خواستیم بریم، من گوشیم رو دادم به رفیقم که اگه یه وقت خواستم بگیرنم گوشیم گیر نکنه. بعد رفیقم زودتر از من رفتش. بعد از اینکه من رفتم بیرون تو کوچه پس کوچه های همونجا منو دوره کردن و یه سری فحاشی کردن. بعد گفتن لات مجازی شدی، بیادبیه، گوهای اضافه میخوری تو این استا. بعد که من دیگه مطمئن شدم آدم های خودشونن، یه دونشون رو زدم، چهارتای دیگه ریختن سرم. واقعا شما فکر کنید یه رژیم بدبخت آمنه رو که اومده بود کمک کنه به دو زخمی زدن کشتن، حالا برادرش رو ترکیه میرن میزنن. همین اخیراً دولت ترکیه 15 تاشون به خاطر ربودن یه افسر یه خلبان بازداشت کرد. و این رژیم وقی، امیدوارم تا برنامه بعدی من عزیزم زاغری نزد خانواده، نزد همسرش راکلیف عزیز و فرزند نازنینش برگشته باشه. نازنین خیلی زحمت کشیده، زندانیای دیگری هم هستن، آرزوی آزادی همشون رو دارم در این نوروز ایرانی. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. ایرزا نوریزاده، تا فردا همه شما در پناه پروردگار. بپرید از روی آتش، بپرید. زردی من از تو، سرخی تو از من.